بیا بالاخره من مجبور کردیم که چک درمه درست کنم براتون. حالا گوشت گوسفند تخفیف نخورده بود شرمنده، مجبوریم حالا ما با من با گوشت گاو درست میکنم، با مرغ میشه درست کرد، با حتی ماهی هم من دیدم که درست میکنن، با گوشت گوساله هم میشه. گوسفند از همهشون بهتره چون چربه و خوشمزه میشه. اصلا ماهیت چک درمه اینه که خیلی چرب و چیل باشه اینجوری. خب با دست هم میخورن. چک درمه اولش اصلا بگم یه غذای ترکمنیه و توی همه مراسم و هر مراسمی که دارن ترکمن ها از این چک درمه استفاده میکنن برای پذیراییشون، از عزا گرفته و عروسی و فلان اینا، و واقعا خوشمزه است. خب حالا من مواد لازم رو بهتون بگم. گوشت کمی 500 تا 600-700 گرم اینا، 4 پیمانه من برنج دارم که خیس انداختم، میتونیم 5-6 پیمانه هم بده، حالا ما دیگه بیشتر از این برنج نمیخوایم. من 2 پیاز گذاشتم چون گوشتم بزرگتره بیشتره، میتونید 1 پیاز بذارین. سیر میخوام استفاده کنم، سیر توی این غذا نیست، بعدا نه این حال کله ما رو گاز بگیرین. سیر من خودم اضافه میکنم، من شمالی هم اضافه میکنم، دوست دارم اصلا دلم میخواد همینی که هست. گرجه داره 2، من 2 داشتم، حالا بیشتر میتونیم بزنیم 4 مثلا، ولی خب من چون رب میخوام اضافه کنم دیگه گرجه 2 اوکیه. حله. و ادویه هم نمک، فلفل، زردچوبه داریم. زردچوبه خیلی مهمه توی این غذا، حتما باید داشته باشین. و من میخوام برای طعم یه سری ادویه هست برای پلو میزنن اینا، من به جاش ادویه تندوری میخوام بزنم. خب ابتدا ها روغنم که خب به مقدار فراوان، یعنی هرچی بیشتر روغن بزنی خوشمزه تر میشه دیگه. اول گوشت ها رو و پیازا رو خرد میکنم من نگینی، حالا برمیگردم. گوشت ها رو هم باید به اندازه اینقدر، یعنی یک کمی بزرگتر از حالت عادی که برای خورش درست میکنه خرد میکنه اینقدر. و اگرم میخواییم بدونی این غذا یک کمی شبیه استانبولی پلو هست، ولی خب فرق داره یه مقداری، حالا من در حین پختش بهتون توضیح میدم که فرقهاش چیه. خب اینجا من پیاز رو ببینین اینجوری نگینی خرد کردیم، و سیر رو و گوشت همونم ببینین به این اندازه خرد کردیم. ببینین حالا من میخواستم چیزم بگم یادم رفت، فراموش کردم که بگم توی این غذا دل بخواه میتونین کشمش هم بریزین. کشمش نداره ها توش، یعنی اصل غذا کشمش نداره، ولی هر کس دوست داره میتونه کشمش هم بریزه. من خیلی ناراحت شدم اصلا از این که کشمش نداشتیم که بریزم توش. خب حالا پیاز رو اول اضافه میکنیم. پیاز اضافه می‌کنیم. ببینید از این ها خریدیم، از این قاشق چویی ها خریدیم نو. نه یا این بگین آه قاشق نمیدونم ندون به کشیدی روی این ندون به فلان کردی. بله قاشق چویی. آقا حالا من یکم پیازا رو تف میده قشنگ چیز میشه، طلایی میشه، بعد برمیگردیم گوشت اضافه میکنیم. خب پیازا که اینجوری طلایی شد گوشت رو اضافه میکنیم. آقا این غذا اینو یادم رفت بگم، ببینید اطلاعات در مورد غذاهایی که میپذیم سنن و ندیم به مردم اون شهر ها صحبت کنیم. این غذا رو اصلش که این
ظرف یه ظرف چودنی دارن ترکمن ها تو ترکمن زهرا بهش میگن قازان با قاف و این قازان قازان با قاف و رزه این قازان در واقع اصل غذایی که با چکدیرمه که درست میکنن توی اون قازان درست میکنن و خیلی هم خوشمزه میشه. من ندارم اینجا من مار من داره و همیشه توش سیب زمینی سرخ کردم بسیار خوشمزه میشه تو قازان. توصیه میکنم. فلفل زردچوبه بسیار مهمه، مقدارش باید زیاد باشه چون رنگ میده به غذاتون. توی این غذا زعفرون هم میتونیم بزنیم. حالا من اول تو مواد اولیه نگفتم ولی زعفرون هم میتونیم بزنیم، شاید منم زدم، کار دیگه آدمیه. خب من این گوشت رو یه مقداری سرخش میکنیم. خب زیرش کم کردیم، یه مقداری اینجوری سرخش میکنیم و حالا من برم گرجه ها رو خورد کنم که نکردم هنوز، برمیگردم. ببینید این گوشت ها رو گذاشتیم به آرومی دو سه دقیقه، اندازه دو سه دقیقه با حرارت کم، یه تفت علکی اینجوری مزه خنده میخوره. یادم رفت بگم نکته، یادداشت کنین سریع. نمک رو الان نزنین ها، نمک رو الان بزنین گوشتتون دیر پز میشه. باز نه این کله مورد گاز بگیرین. یه مقداری که این گوشت الان تفت خورد یه در همین حد اوکیه. خب حله همین قدرش. حالا یه نگین چقدر میگه اوکیه. این گرجه رو اضافه میکنیم، و من در کنارش وی سپینی بیه گرجه رو اضافه میکنیم. من در کنارش توی یه مایتابه کوچیکتر اینجا روب رو میخوام یه تفت کوچیکی بدم و بعد اضافهش کنم به غذا. برمیگردم. خب من میخواستم ادویه تندوری رو آخر با برنج اضافه کنم ولی خب تصمیم عوض شد، میخوام همه الان اضافه کنم، واسه همین که هست. خب این اضافه کردیم. ببینید داره آب میندازه گرجه و روب به گرجه هم گذاشتیم توی یه مایتابه دیگه توی روغن دارم تفتش میدم. به اندازه 3-4 دقیقه تفتش میدین. روب به گرجه رو هم به این اضافه میکنین و در این مرحله من اینو بهتون بگم که فرقش با استانبولی اینه که شما استانبولی رو با همین گوشتی که اینجوری تفت میدین چیز میکنین درست میکنین، ولی تو این غذا توی چکدیرمه باید آب اضافه کنیم به این گوشت، بذارین گوشت بپزه و بعد برنج رو بهش اضافه کنیم. این تفاوت اصلیشه. بله دوستان بریم برگردیم. خب در این حد به اندازه 8 دقیقه که این گرجه ها قشنگ آبنده روبی که تفت دادیم رو اضافه میکنیم. روب به گرجه رو اضافه کردیم. خب اینم از روب به گرجه و مرحله بعدی آبه. رنگش اینجوری شده و این یه مقداری زردم هست. حالا من حالا زعفرون رو نمیزنم بلکنارم، سوالش نیست، ولی اگر میخواین زعفرون بزنین الان وقتشه. زعفرونتونم به این گوشت اضافه کنین.
خب حالا ما باید آب اضافه کنیم و بذاریم به بزه. چقدر آب اضافه میکنیم؟ به مقدار کافی. آفرین. حالا هر چقدر برنج انتخاب کردیم که اندازه گرفتیم که بریزیم توش، یه پیمانه بیشتر از اون برنج آب اضافه میکنیم. یعنی من الان 4 تا پیمانه برنج دارم، 5 پیمانه آب اضافه میکنم بهش. اینم 5 پیمانه آب. این رو درش رو میذاریم، اجازه میدین قشنگ بپزه. چقدر؟ به مدت 1.5-2 ساعت دیگه. بریم 2 ساعت دیگه، بریم پی کارتون، بریم 2 ساعت دیگه برگردیم. سب کنیم قبل از این که بریم برگردیم، بچه هم شیرشو میخواد، من زودتر برم شیرش بریم. این شعله گازو زیاد کنیم، یکم بزنیم آبش که جوش اومد، بعد شعله رو کم کنیم، بعد درشو بزنیم گوشتا بپزه. یعنی اولش باید اجازه بدین جوش بیاد آبش. خب خدافظ، من برم. خب آقا من یکم یواشترم صحبت میکنم، بچه خوابه، بذاری من نور بدم بهتون. ببینین حالا گوشت من یکم سریعترم پخ، 1 ساعت، 1 ساعت و نیم. اوکی، حالا بستگی به گوشت داره، گوشت مرغ باشه باید کمتر بذاریم بپزه، گوشت گوسفند باشه باید بیشتر بذاریم بپزه، بستگی داره دیگه. آه خلاصه نگاه کنیم ببینیم گوشت چه مثلا پخته باشه دیگه، همچین بافتی داشته باشه. میبینی؟ یه همچین بافتی. خب بستگی داره به زمان پختی که نیاز داره. حال گوشت دو تو این مرحله باید برنج رو اضافه کنی. یه چیز خوبی که من در مورد ترکمن ها میخواستم بهتون بگم اینه که ترکمن ها واقعا آدم های خیلی صادقی هن. خیلی، یعنی شیشه خورده، درصد کمیشون شیشه خورده دارن. یعنی چجوری بگم، نمیشه گفت که همشون این مدلی هن. فردا روز نیان بگین آی خلیل گفت فلان یارو ترکمنه از من پول منو خورده، بیا پول منو پس بده. همینه؟ خیلی کم پیش میاد که شیشه خورده داشته باشن به نسبت ما فارس ها. حالا دعواتون نشه، خیلی کمتره. به قول حاج حسین که میگه بعد خوب همه جا هست پسرم، ولی خواه دیگه. برها آقا این برنج رو اضافه میکنیم، مقدار این گاز رو زیاد میکنیم، میذاریم که قشنگ آبش دوباره جوش بیاد به همراه برنج. پس برنج رو داخل این گوشتی که درست کردیم اضافه کردیم و میذاریم آبش جوش بیاد، آبش بخار بشه. متوجه این؟ قشنگ آبش کمی بخار بشه، اینقدر مثلا مونده، اینقدر اینجوری انگشت دارونی که بذارین مثلا اینقدر مونده باشه، اون موقع درشو میذارین. یه 20 دقیقه تا نیم ساعت برنجتون دم میکشه این کته. فعلا باید آبش کمی بخار بشه چون این آب زیاده، الان مقدار آبش زیاده. حالا من برمیگردم نشونتون میدم. آقا یاد کردم این نمک الانه، وقت اضافه کردن نمکتون الانه. اینو فراموش نکنم. فشار خون میگیری بسر نکنم. یکی دیگه بس، نمک رو اضافه کنین الان، وقتشه. این از این. و ما چون قابلمه تفلون نداریم تو ماهیتابه گذاشتم. خب آقا ببینیم
که یه جوریه ببینین گذاشتیم قشنگ آبش یه مقداری خوش شد، یه مقداری که هنوز آب داره به همین حالت دقیقاً که الان من نشونتون میدم گذاشتیم قشنگ آبش خوش شد و الان وقت دمیه. شما اگر حالا دمی دارین دمی بذارین، اگر نه تو مثل ما همینجوری درش رو فقط بذارین دمای کم بذارین کته شما حاضر بشه، یعنی مثل کته قشنگ حاضر بشه غذاتون. ببینین نجره ببینیم آماده است. به 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 عجب بوی آقا حاضره. ما بریم این رو یک تزئینش هم بکنم، من بهتون نشون بدم ببینین چه شکلیه. ببینین یه همچین چیزی بر باشه، این میشه چک دیرمه، چک دیرما. آقا اینقدر چیز نکنیم، ما فارسای دور و اطراف ترکمن صحرا بهش میگیم چک دیرمه. ببینین اینم خیلی خوب شده، خیلی عالی. حالا طعمش هم احتمالا عالیه دیگه. من اینو میکشم توی ظرف بهتون نشون میدم. این هم از چک دیرمه. ببینین اینجوریه، من یه همی هم براتون میزنم. ببینین بافت گوشت نشون بدم بهتون، بافت گوشت یه همچین چیزی باید بشه اینجوری. خب من به جای شما یه لقمه هم میزنم. آه 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 عالی آقا. نوش جون بپزین حتما. آقا آقا چیزی رو یادم نرفته بگم، فقط خواستم بگم اینا که حالا نهارای این هفته مونه ولی انقدر خوشمزه شده واقعا ضرر میکنی اگر درست نکنی، یعنی واقعا خیلی خوشمزه. من خودم انتظار نداشتم انقدر خوشمزه بشه. اون پودر تندوری بهتون توصیه میکنم، خیلی طعمش خوب شد. برای کسایی که حالا پودر ادویه پلویی ندارین نوشه جون.